مرغابیان جلوشو گرفتن علی نرو خم شد در گوش مرغابیا. مرغابیا گفتن نرو دیگه، داشتن سر صدا میکردن، هی جلو آقا پروبال میزدن که نرو دیگه. آروم خم شد در گوششون، گفت بذارید برم، دلتنگ زهرا. فکر کنم این اتفاق شب جمعه اتفاق افتاده که باید میرفته. واقعا خوب که فکر میکنن ها، من فکر نکنم حتی اگر 100 تا از سناریستای درجه اول فیلم‌های هالیوود رو هم جمع کنن بتونن یه همچین سناریویی بنویسن که امامشون با مرغابیا صحبت می‌کرده یا مرغابیا با اون صحبت می‌کردن. اینجاست که آدم می‌فهمه خر چه داند قیمت نقل و نبات رو.